چون با آقای رشیدی صحبت میکنیم، ایشون کرد هستن، خیلی به اختصار عرض میکنم که این اقوام ایران از این دستگاه استبداد از مشروطه به این سو جز سرکوب چیزی ندیدن. مردم بلوچ، مردم کرد، قشقایی ها، بختیاری ها، ترکمن ها، جز سرکوب و نفی و انکار اقوام ایرانی چیزی نصیب ملت از این اقوام ایرانی نشد. و عجب این است که میگوین چه کار میکنید؟ آقا دارم کرد میکشم. برای چی؟ میخوام آقا نیشن استیت درست کنم، میخوام مردم رو علاقمند کنم به ایران. آقا شما چگونه میتوانید بمب رو سر مردم بریزید، بزرگان قوم رو بکشید، بعد انتظار داشته باشید شما علاقمندم باشن؟ خنده‌دار نیست واقعا. تا این اواخر در بلوچستان و کردستان مدرسه ای نبود. واسه صحبت کنیم با متخصص امر، دوست گرامی. درود بر شما قربان. درود بر شما جناب مشیری نازنین، بسیار خوشبختم و باعث افتخار که با حضرت عالی در این برنامه شرکت میکنم و بسیار سپاسگزارم که از بنده دعوت کردید تا به سوالات شما در رابطه با کل ایران، مبارزه آزادی خانه مردم ایران و به ویژه مبارزه حق طلبانه خلق کرد جواب بدم و فرصت و غنیمت می شمارم و به بینندگان محترم برنامه تونم درود می فرستم و عرض ادب و سلام دارم. درود بر شما، افتخار از منه آقای رشیدی، حقیقتا عرض می کنم. آقای رشیدی، من مستقیما می خوام وارد مطلب بشم. از مشروطه، حالا من روزگار قبل کار ندارم، دلاوری های کردان ایران در سپاه نادرشاه و فتوحات نادر و بیرون کردن دشمنان و سایر قضایا، از این حکومت های استبدادی ایران، در واقع این نفی اقوام ایرانی و این ستم هایی که بر مردم کرد رفته در این دوره های استبداد رو شما چگونه توجیه میکنید دوست عزیز؟ در ابتدای برنامه جناب عالی به درستی اشاره کردید که حکومت های مرکزی در طول تاریخ و به ویژه بعد از مشروطه و سقوط روند برحق مشروط خواهی در کشور ما که باعث و بانی به حاشیه راندن اقلیت‌ها در کل ایران بودند. حتی اگر ما به روند تاریخی نگاهی بیفکنیم، بلافاصله در میابیم جناب مشیری که تجزیه ها یا جدایی هایی هم که صورت گرفته به دلیل عدم کفایت و عدم مدیریتی درست جامعه ایران صورت گرفته. آنچه که امروز می‌بینیم، حداقل چه در گذشته، من خودم متولد 57م، وقتی که تاریخ رو ورق می‌زنیم، وقتی که به درد دل و در واقع به زجرنامه اجرادمون گوش میدیم، پدران و مادرانمون برای ما بازگو میکنن، حتی در دوران استبدادی شاه هم در تمام مدارس ها در کردستان من جمله می نوشتن که فارسی صحبت بکنید و کسانی که لباس کردی می پوشیدن اونها را تحقیر می کردن. در صورتی که این تنوع فرهنگی در جامعه بله. ما می تونه بسیار غنی باشه و اگر اجازه بازندگی به اشتاده بشه به عنوان یک غنیمت تاریخی و معنوی، درود بر شما، همگان از اون بهره جست و بهره بجویند. امروز میبینید در کشورهای پیشرفته، در کشورهای دموکراتیک، در کشورهایی که حاکمان از طریق صندوقهای رأی بر مسند قدرت مینشینند، به اینها اهمیت فراوانی داده میشه و این تنوعات درونی جامعه نه یک تهدید بلکه یک فرصت و یک غنیمت شمارده میشه. بله. در دوران جمهوری اسلامی ایران هم شما شاهدی که جمهوری اسلامی ایران یک آپارتاید همه جانبه بر مردم ایران و به ویژه بر اقلیت‌ها تحمیل کرده. شما اشاره کردید ما چندی پیش شاهد آتش سوزی در روستای شیناباد بودیم یا اتفاقات ناگوار مثل این اتفاقات در بلوچستان بودیم. شما عکس‌ها و فیلم هایی حتما دیدید و براتون ارسال کردن از داخل ایران که هنوزم اکثر نقاط مثلا بلوچستان دارای مدارس نیستن و مردم با همت خودشون در روستاشون یا در محله هاشون، اونم در جاهای خرابه، در واقع کسی هیچ کدام بله. از استانداردهای یک مکان آموزشی درش وجود نداره، دارند فرزندان خودشونو با علم و در واقع با خوندن
و با نوشتن آشنا می کنن. خیلی ها از اهمیت، حتی اقل در طول 30 سال گذشته ما هیچ وقت در اخبار نشنیده ایم که یک حوزه علمی مثلا در قم، در مشهد یا در تهران فرو ریخته باشه یا درش آتش سوزی ابدا نخیر. بله بله، تمام اینها به دلیل تبعیضاتیه و به دلیل امنیتی کردن این مناطق دور از مرکز. خب اینم در این بسترم من خیلی کوتاه میخوام بگم یک مافیای جانی و اقتصادی شکل میگیره. ما بارها شنیده این کسانی با عنوان سرباز ساده به کردستان میان ولی سرهنگ و درجه دار و سپاهبد به مرکز برگشتن. جمهوری اسلامی ایران هنوزم شعاراش بر در دیوارهای کردستان میشه مشاهده کرد که همیشه میگفت ما برای جنگ با کفار اومده ایم نه با کرد. همانا این کردان دلیر بودند که در دفاع از هویت، در دفاع از ارزش‌های انسانی خودشون، از سرزمین خودشون دفاع خواسته بودند و تنها گناه اونها دادخواهی و حق طلبی بود که مثل دیگران بتونن تو اون جامعه زندگی بکنن. این آپارتایدی که جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده حتی بدتر و خشن‌تر از آپارتاید در واقع آفریقای جنوبی. اونجا اگر شما سفید بودی حداقل یه حقوق و مزایایی مشخصا داشتی، ولی امروز در جمهوری اسلامی شما میتونی یه جورایی هم شیعه از معاشری باشی، پیرو ولایت فقیه هم باشی، ولی در واقع از حقوق شهروندی توی هستی و بی بهره و من جمله زنان خب که نمیتونن هیچ وقت طبق قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بشن یا پست های کلیدی رو در دست بگیرن. اینها نشان دهنده یک واقعیته که ستم بر کل مردم ایران تحمیل میشه. بله، میخوام به طور جدی اینو بازگو بکنم که ستم مضاعفتری و ستم فراگیرتری بر اقلیت ها و ویژه در 30 سال گذشته بر کردها در ایران تحمیل شده و تحمیل میشه. بله بله، متاسفانه هم چنین است که میفرمایید. آقای رشیدی، این در هر جایی که رژیم جنایت میکنه به یک دستاویز هست، در کردستان هم به دستاویز جدایی طلبی، در واقع به دستاویز جدایی طلبی. آیا واقعا برادران کرد ما جدایی طلبن؟ فعالان سیاسی کرد که در صحنه هستن جدایی طلبن؟ چگونه شما این داستان رو تشریح میفرمایید؟ آقای مشیری میخواید من اینو توضیح بدم؟ متاسفانه هر وقت فعالین اقلیت‌های ایران یا ملیت‌های ایرانی در رسانه‌های سراسری یا به گونه دیگه فارسی زبان حضور پیدا می‌کنن، بلافاصله این به رخ اونها کشونده میشه که شما مثلا ایرانی هستی یا نیستی، تضییع طلبی یا نیستی. در حالی که اگر ما مشخصا به عنوان آزادی خواهان، به عنوان فعالین دموکرات و خواستار ایجاد جامعه دموکراتیک مبتنی بر رعایت حقوق بشر هستیم، باید به تعیین سرنوشت همدیگر اهمیت بدیم و اینو پاس بداریم. شما نمیتونید به حقوق برابر زن و مرد اعتقاد داشته باشی، به پلورالیسم سیاسی و فرهنگی اعتقاد داشته باشی، به سکولاریسم اعتقاد داشته باشی، به انتخابات آزاد اعتقاد داشته باشی، ولی حق تعیین سرنوشت یک عده‌ای که دارای فرهنگ، زبان، تاریخ و هویت، جغرافیا و اقتصاد مشترک هستند، اینها را به رسمیت نشناسی یا براش ارزشی قائل نباشی. مبارزه مردم کردستان ایران به طور مشخص در طول حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حتی قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نه برای جدا شدن از ایران یا ایجاد یک کشور مستقل به اسم کردستان، بلکه بیشتر در جهت دموکراسی و دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی در ایران در جریان بوده. شما توجه بفرمایید، در رفراندوم 12 فروردین سال 58 که همگان رفتن سر صندوق های رای گیری و به جمهوری اسلامی ایران رای دادن، این مردم کردستان ایران بودن که تحت لوای رهبری جنبش خودشون و بی ویژه حزب دموکرات کردستان این انتخابات رو بایکوت کردن. چرا؟ گفتن ما هنوز نمیفهمیم و برامون غیر قابل درکه که در جعبه جادوی جمهوری اسلامی ایران چه چیزی نهفته است. تا
تاریخ و روند تاریخی نشون داد که مردم کردستان ایران از لحاظ تحلیل سیاسی و دورنمای سیاسی یک قدم جلو ترند. در رابطه با حمله و حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری هم این کردها و احزاب کردستان بودن که پیش کشیدن و گفتن این برعکس موازین و یارهای تعیین و تثبیت شده بین المللی و این پروسه تاریخی خودش در دراز مدت بر ضد منافع ملی مردم ایرانه. و امروز ما میبینیم که در واقع این یک جاهیگری بود و همین هم اتفاق افتاد. اگر از دیدگاه من امروز مردم کردستان ایران یا هر منطقه دیگری در ایران، بلوچستان، ترکمن صحرا یا خوزستان، اگر حتی گروه‌هایی پیدا شدن و پیدا خواهند شد که خواستار جدایی‌ان، این تبعیضی باید ریشه این معضل و مشکل در حاکمیت و نوع حکمرانی تبعیض آمیز بررسی کرد و در این هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. امروز شما ببینید خوزستان، شما حتما با بند توافق نظر دارید که کیسه پول ایرانه، ولی امروز یکی از عقب افتاده ترین مناطق ایران خوزستانه. وقتی که بحرین سال 1353 اگر اشتباه نکنم از ایران رسما جدا میشه، امروز اینها عرب‌های بحرینی برای خودشون یک شأن دارن، یک هویتی دارن و منطقه شون هم خیلی هم پیشرفت و به خودشون هم میبالن، میخوام بگم. ولی داخل ایران شما ببینید از سوی حاکمین مستبد جامعه ما مورد تحقیر و تنبیه قرار گرفتن، در فعالیت های کلان اقتصادی، در مدیریت کلان کشور نقشی ایفا نمی کنن و حتی اگر هم ایفا بکنن این باید به مزدوران تمام عیار حاکمیت سیاسی در ایران در بیان و در کشتار و سرکوب مردم بومی و مناطق خودشون شرکت بکنن. بعد از این پروسه است که یه پست های نچندان جالبی هم به اونها سپرده میشه. مسئله اینه به نظر من، اگر ما دارای یک جامعه دموکراتیکی باشیم، اگر به حقوق همدیگه اعتراض بکنیم، من فکر میکنم کرد و بلوچ و ترک و آذری و فارس میتونن همان گونه که در این روند تاریخی با هم زیستن با هم خواهند زیست. من میخوام تأکید بکنم که معضل و مشکل کردها به طور خصوص در ایران نه با مثلا ملیت فارس در ایران، بلکه با یک حاکمیتیه که اونها را مورد تبعیض و تحقیر قرار داده و اونها را به حاشیه رونده. به همین دلیله که حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ایران برای در واقع صدسازی در برابر نزدیک شدن این تنوعات به همدیگه و چسبیدن اونها همیشه چنین مسائلی رو مطرح میکنه، در صورتی که عاملان و بانیان اصلی تجزیه ایران حاکمین جمهوری اسلامی ایران هستند. و اگر ما خواستار حفظ یک پارچگی ایرانیم یا کسانی دلشون برای حفظ یک پارچگی مام میتفه، باید این معضلات و این صفا را کنار بزنیم. شما نمیتونید همزمان هم دموکرات بود هم فاشت بود. و من یه آدم دموکرات هم به دموکراسی احترام میذارم، ولی ابتدایی ترین حقوق در دموکراسی اینه که من فردیت خودم و هویت خودم رو حفظ بکنم. این هویت فردی خیلی به هویت جمعی هم که همون ملیت یا به قول شما اقوامه میطلبه. اگر ما اینها رو به رسمیت نشناسیم و بهش احترام نذاریم، به نظر ما و به نظر من ایران آینده چندان درخشانی در پیش نخواهد داشت. و همان گونه که بحث کردم و به خیلی کوتاه به اون اشاره کردم، باعث و بانی این حاکمیت دیکتاتوری در جامعه ماست. بله آقای رشیدی، شما سخن از کیسه پول ایران کردید، یعنی خوزستان. به عرض شما میرسانم که بخش عمده نفت ایران از سرزمین بختیاری هاست. از ابتدا، از زمان مظفرالدین شاه تا به امروز، در واقع ثروت این منطقه رو کوچکترین کاری برای مردم بختیاری نکردن. کوچکترین، یک زمانی بعض خوانین یک عزم میکنن پولی از انگلیس میگرفتن که خب مواظبت کن، اما برای مردم هیچ کاری نشد. حتی امروز هم که ایلاق اشلاق میکنن، یک پل نساخته نشده که اینا احشامشون از این پلا گسترش بده. من با شما موافقم. دو مطلب اینجا هست آقای رکی.